سلام و شب شما بخیر شما بیننده تحول استید ملتیف محمود در حال حاضر گفتگوی ویژه داریم با امرولا سالی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بسیار تشکر آقای سالی از که فرصت دادیم تا گفتگوی با شما داشته باشیم نخستین پرسش را از فصل جدید سیاسی افغانستان آغاز می با شکلگیری حکومت وحدت ملی در افغانستان روابط این فصل با پاکستان داره نزدیک میشه چرا چنین است بسم الله الرحمن الرحیم تشکر در این جای شک نیست که حکومت وحدت ملی به شیوه فعلیش که یک قرارداد تشریح شده و توضیح شده در بین دو جنا وجود داره در افغانستان یک تجربه نواست در گذشته ها اگر حکومت وحدت ملی ایجاد شده بود یا وجود داشت بیشتر استوار به تفاهم عیارانه بود تا به یک قرارداد کتبی ولی اولین بار است در تاریخ ما که یک قرارداد کتبی از تقسیم قدرت به وجود نه که بیشتر رنگ سیاسی داره تا رنگ حقوقی و فیصله های برخی از مقامات زیرق در قضای افغانستان تعیین کننده بوده میپذیرین؟ ببینن ما با او اصطلاحات که استفاده میشه که آیا جنبه حقوقی داره یا نداره موافق به این خاطر نیستم که اگر کسای فکر میکردند که حکومت مبدای حقوقی نداره پس تشکیل حکومت وحدت ملی را الا تغییر قانون اساسی معطل میکردن در اینجا تمامی جناهای زیربط و زیدخل چی از دید نهادها و چی از دید شخصیت ها و چی از دید گروه ها قانون اساسی افغانستان بدون اعلان و تعلیق در آوردن با او خاطر وقتی که فیصله جمع امین کشور همیست که حکومت وحدت ملی با امی ترتیبش جور شوه پس به این معناست که همه روی یک نوزو توافق دارن که قانون اساسی گوشه های از قانون اساسی فعلا و تعلیق در آمدن بله پس شما میپذیرین که حکومت مبنای حقوقی ندارن و یک فیصلی سیاسی و و احتمال بنزوا رفتن افغانستان به اونان یک تهدید مطرح بود تا این حکومت شکل بگیرد. ببینید اگر که ما تنها ساختار و شکل حکومت و وحدت ملی را جزء از نقص قانون اساسی نمیتانیم گفته مگر ای که بر بگردیم بریشش که قانون اساسی وقت زیر پاک گذاشته شد که تمام دلایل و ثبوت مبنی و تقلب تحقیقات نشد مثلا قانون اساسی میگه که اگر نهادهای انتخاباتی در تقلب دست داشته باشند انتخابات از سر برگزار شد یعنی که آلو بایی نمی بر خاطر که یک بحث تکراری و تکرار و خستکان شده به ملت افغانستان و قانون اساسی از امون لحظه زیر پا شده تا ساختار حکومت وحدت ملی یعنی که اجماع کلی امی بوده که گوشه های از قانون اساسی بدون اعلان و تعلیق در تشکر فکر میکنین که سفر ریش غنی به پاکستان این تصویر تدائی کرده در ازان عمومی یا افکار عمومی افغانستان و پاکستان که در واقع روی کرده رئیس جمهور غنی تا روی رئیس جمهور کرزای متفاوت است این بار رئیس جمهور غنی فصل نو را با یک تعامل خیلی نرم با پاکستان آغاز کرده و فصل گذشته را بهش نقطه پایان گذاشته شما به این باور هستید هر رئیس جمهور حق داره که فصل تازه‌ای را در روابط با کشورهای مختلف و سیاست خارجی خود فصل تازه را آغاز کنه مشخصه فصل تازه رابط افغانستان و پاکستان در دوره ریاست جمهوری دکتر سب اشرف است که بیشترین نرمش تا امروز یک جانبه بوده بیشترین امتیازدهی یک جانبه بوده فقط در پاکستان دو تا تغییر در ارتباط با مسئله افغانستان دیده میشه تغییر اولی است که با مطبوعات زیر نفوذ پاکستان هدایت داده نفوذ دولت هدایت داده شده که از رئیس جمهور موجود افغانستان انتقاد نکنند برخلاف در دوره آقای کرزی همه روزه یک سرمقاله یک اخبار علای هرگ افغانستان نشته میشد دوم حلقات استراتژیک پاکستان ادبیات نوی را به کار میبرند که در نشست های که در دو سه چار تاش ما خودم بودیم اونا میگن که ما از برخورد فعلی دولت افغانستان استقبال میکنیم مثلا مثلا در نشست سارک دو سه تا مبصر با صلابت پاکستان به شمول وزیر خارجه اسبقشان گفت که ما به خاطر که آقای اشرف از گذشته بریده از اینا استقبال میکنه آیا شما هم در کنشها یا در عملکردهای ریش جمهور غنی برش با گذشته را تایید میکنین تایید نمیکنیم ولی لمس میکنیم میبینیمش تایید مفهوم دیگه را بله آقای سالی رئیس جمهور افغانستان خلاف عرف دیپلماتیک سفر به اردوگاه پاکستان داشت دقیق نقطه‌ای که سیاست های که پاکستان را در خصوص افغانستان و برخی از کشورهای دیگر تعیین میکنه و یا حرکت های کلان را در سطح پاکستان رنگ میده این سفر غیر دیپلماتیک چرا رنگ گرفت چرا صورت گرفت سفر دیپلماتیک بود ولی یک گوشه از پروتکل غیر میاری بود که رفتن به استر درستیز پاکستان بود دو دیدگاه همون وقت مطرح شد دیدگاهی که پاکستانی ها مطرح کردن اونا می خواستن که فخر فروشی کنن و بگویند که ما همی افتخار بدگر رئیس جمهورای افغانستان نداده بودیم که بیاین و با اردوی ما به این شکل صحبت کنه ولی تبصره افغانی و تبصره به اسطلاح کارشناسانه بود که وقتی که شما میفهمین قدرت در پاکستان با است وقتی که میفهمین تصمیم را کی میگیره به خاطر حل مشکل مراجعه میکنین به محور بر قدرت و تصمیمگیر گیر و تشریفات قربانی میکنین اما دید شخصی مایی است که سلاوت کشورها، ها، دولتها، ملت ملتها یک قسمت در های نمادین است با شکستاندن او بخش از پروتکل از نظر ما افغانستان اشتباهی را مرتکب شد و ما نشان دادیم که فشار میتانه ما را به تمکین وادار کند پس این سفر شما از این استخباراتی در واقع تایید برنامه های پاکستان و یک نو کنار رفتن به سوی محور قدرت که ما پاکستان است نمیدارین؟ انوز غیر از امون دو موضوعی که ما یادآوری کردم که در پاکستان تغییر صورت گرفته میار و محک اصلی که ما سنجش کنیم که آیا تغییرات آمده کم شدن خشونت است و وادارسازی طالبا بر پایوستن با پروسه مذاکره و صلح هست که در اون قسمت کدام تغییر نامده تا قانون نامده از طرف برای نخستین بار شش افسر افغانستان در دیدار که رئیس جمهور با راهل شریف داشت در اردوگاه پاکستان قرار است که در اونجا آموزش بینن که این امر صورت گرفته چرا چون این پروتکل تایی ای سزده سال صورت نگرفت و با سس فصل جدید سیاسی افغانستان چون پروتوکول با پاکستان صورت میگیره اول باور کلی ملی ما استوار به حقایق تاریخی است که اتکا و تعلیمات نظامی در کشورهای همسایه ما اشتباس در گذشته هم اشتباه بوده اگر اونا نیروهای مجاهدین هم تعلیمات دادن و علای افغانستان استفاده شد و اگر زمان یک همسایه دیگه ما بر ما اردو ساخت بالاخره به خلاف منافع افغانستان استفاده شد عده اقل چار گام پیش از این که ما توافق میکردیم که افسرهای جوان ما تعلیمات ببینه باید چار گام در اول برداشته میشد گام اول پاکستان متحد میشد که دیگه طالبا تعلیم نده ببینه نمو که حالا حاضر از افسرهای افغانی را تعلیم بده امو اردو مهارت انفجار، مهارت ماینسازی، مهارت جنگ چریکی، مهارت اپراسون عملیات به طالبان هم تدریس میکنه. شی خواد بود که به طالبان اونا مدرک تحصیلی نمیتن و شاید به این نفر مدرک تعلیمی بتن یک. دوم باید ما پاکستان متحد به این می ساختیم که داخل همکاری های امنیتی شود منفی تعلیمات. امنیت امکاری های امنیتی شامل تبادل استخبارات تبادل کارشناس های نظامی طرح عملیات های سرکوب تروریسم و غیره با... حرف ما خلاص نشده چهار موضوع باید میشد مسئله سیوم باید ما چوکات ایجاد میکردیم که دو کشور دید استراتیجیکشان چی است؟ در ارتباط به مسائل مختلف و حتی اگر این چهار موضوع هم صورت میگرفت نیاز به ای که ما پاکستان اجازه بتیم افسر ما را تعلیم بتا نداریم به نظر ما افغانستان با اعزام از این افسرا به پاکستان از نظر ما یک امتیازدهی قبل از موقع و غیر ضروری را به پاکستانی ها کرد خب با این امتیازدهی که شما به عنوان رئیس ج... پیشین امنیت ملی افغانستان به سرعت لحجه میگین که افغانستان امتیاز داد چه امتیاز باید از پاکستان میگرفت که نگرفته؟ ما خو پیشتر بر شما یادآوری کردم که ما با پاکستانیا یک روابط بین هایت پیچیده داریم که امتیازهای بزرگ که افغانستان نیاز داره به او یکی مسئله ترانزیت است اقتصاد افغانستان نیاز به ای داره که دسترسی به مارکت داشته باشد و یکی از بزرگترین مارکت که میتونه امتی خام افغانستان خریداری کنه هندوستان است که پاکستانیا او را را بالای ما بستن حتی افغانستان اجازه صادر کردن سنگ مرمر خوده و به هندوستان از طریق پاکستان نداره از مسئله ترانزیت کرده بالاتر به ما اهمیت اساسی ثبات داره و صلح داره که در دا اون قسمت هم با پاکستانیا ما کدام چوکات تعریف شده ایره که زمان و میکانیزم رسیدن به ثبات مشخص بسازه سر از او هم توافق نشده پس هر آن چیزی که تا این که ما با شما گپ میزنم شده یک جانبه بوده تشکر شما در واقع آموزش های افسرای افغان را یک امتیاز به پاکستان دادستی نصرف رئیس جمهور در سفر که به پاکستان داشت به سراحت گفتن که افغانستان میتونه دهلیز آسیای مرکزی با جنوب آسیا باشد که به با این معنا با پاکستان به نحو تفیم کرد که پاکستان میتونه امتی خود را به جنوب آسیای مرکزی برسانه اما هیچگاه پاکستان برای ما اجازه نداد که ما کالاها و امتی خود را به بنادر قاسم و واگه هندستان برسانیم این بازارها را از از دست ما گرفته چرا رئیس جمهور غنی به با این باور است که امتیازدهی بکنه و امتیازهای با زمانت اجرا به دست استراتژی مذاکره را که می بینم فعلا بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی با پاکستانیا ای به اساس از استراتژی بیشتر روابط غیر مساویانه است روابط غیر مساویانه یک روش در مذاکره است که شما اعتراف میکنین که مساوی نیستین و با اصطلاح یک جو از سلاوتتان کم میکنن که به خاطر از یک طرف مقابل اعتمادش جلب کنه و خوب است یا خراب است مد در سیاست خارجی افغانستان کدام نقش ندارم دولت افغانستان وارد دمی مذاکرات که از دید خواسته دو طرف مساویانه پیش نمیرند شده دیگه نتیجه دو تا چوکات زمانی مخفی به وجود آمد آه. چوکات زمانی را که آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وجود آورده ای است که اگر تا 15 فبروری که روز شنبه میشه پاکستان یک چوکات زمانی برای نتیجه مذاکرات نته افغانستان روش خود مورد غور مجدد قرار می مکت ما که اطلاع حاصل کردم با پاکستانی ها گفتند که ما می تانیم چوکات زمانی را تا ماه مارچ یعنی اوائل عمل هم به طویق برده. از طرف پاکستانی چوکات زمانی شان به هیچ صورت وفق با چوکات زمانی ذهنی دولت افغانستان نداره اونا حد اقل یک زمان بندی سه ساله پیش خود پس این غیر قابل قبول است برای طرف هم افغانستان باید قبول کنه از دید شما چی را قبول کنه آیا سه سال زمان پاکستان گذاشته گزاشت... گزاشت... بر روش های حکومت جدید افغانستان که متحد به تعهدات خود باشه یک فرصت سه ساله شما، نه شما مطلب مر نگرفتین افغانستان چوکات زمانی را که توقع داره به پاکستانی ها اعلان کرده ولی پاکستانی ها پانزه و گفتن میشه که تا اوائل مارچ ما ایرد اما اونا زمان بیشتر میخوایم؟ اونا نگفتن که ما زمان بیشتر میخواهیم ولی معلومات که ما دارم اونا تا سه سال دیگه هیچ حاضر نخواد بودن که به دولت افغانستان امتیاز آنچنانی را که ما متوقع هستیم بده آقای سری ما با یک وحدت نظر نتونستیم تا 13 سال روابط خود را با پاکستان که در جنوب آسیا یک نقش تعیین کننده دارد و غالبا منفی در خصوص افغانستان داشته باشیم در افغانستان تا 13 سال گذشته هم ما دو زبان داشتیم زبان تزرو و زبان فشار و با شکل گیری حکومت وحدت ملی هم ما دو زبان داریم گاهی به مخالفین نظامی افغانستان مخالفین سیاسی اطلاق میشه و در واقع رهبر دیگر با این رفتارها موافقت صد سد درصدی ندارند چرا ما اول وح... به وحدت نظر نمی رسیم بعد روابط خود با پاکستان تعریف نمی کنیم عدم وحدت نظر افغانا مرتبط به قضیه پاکستان بحث نو نیست شما تاریخ دوره ظاهر شایر هم که بخوانم یکی از دلایل که داود خان به انزوا بردن یکی از دلایل اب حس پاکستان بود یکی از دلایل شما وقتی که انقلاب سر ریشهش را مطالعه کنین اما رده اول حکومت چپی و سرخ افغانستان هم مرتبط به با پاکستان با د تا توافق نظر نداشتن حفیظ الامین وقتی که به قدرت رسید میخواست که با پاکستان با روابط بسار نزدیک ایجاد کنه اعلامیه رسمی داد که ما منتظر وزیر خارج هستیم میخواست که بازی آلحق جور به براد و تلویزیون افغانستان دایت داده بود که شما دیگه از آلحق بدگویی نکنه از او هم که بابات میعین در حکومت مجایدین شما میبینین که ما در رابطه خود با پاکستان اتفاق نظر نداشتیم قشرهای مختلف از مجایدین دیدگاه متفاوتی نسبت به پاکستان داشت اما یک امتیاز دوره آقای کرزای داشت اگر زبان دولت داشت تفاوتی وجود داشت اما دوره آقای کرزای یک مشخصه مثبتشی بود که مرتبط به کل استقامت و مسیر ملی ما در ارتباط پاکستان یک وحدت به وجود آمده بود و او را باید آدم باید یک باعث یک امتیاز و یک بود مثبت سیاست خارجی داشته باشیم بهتر از بریم سر بحث های دیگه باید. قصه پاکستان اما یک بخش کوتاه یک بخش کوتاه دیگه هم میخوایم مطرح بکنیم ای که بدون تردید که سیاست خارجی آینه سیاست داخلی هر کشور است و هر اختلاف نظر در داخل کشور باشه باید در سیاست خارجی افغانستان اولویت منافع ملی باشه که در افغانستان نبوده در حال حاضر هم دو رهبر نگاه متفاوت با سیاست خارجی افغانستان با پاکستان داره چه باید کرد که ما حداقل به یک وزنه سیاسی در سیاست خارجی تبدیل شویم تا حداقل 50 در 50 با پاکستان بازی کنیم ما خود تا امروز متوجه تفاوت دیدگاه بین دو رهبر در ارتباط پاکستان نبودیم اما زمانی که آقای غنی مخالفین مسئله افغانستان که انتحار میکنه در اینجا مخالفین سیاسی خواند آقای عبدالله به صراحت گفتن که مخالفت تلویحی و سری خود را نشان دادن به این مسئله ما متوجه نشدیم ما که می‌بینم می خو اینا سر مسائل کلان تا حال کدام اختلاف ندارن چرا رئیس غنی به هندوستان سفر نکرد دید و بازدیدهایی را که راهل شریف و رئیس استخبارات پاکستان در ارگ با داشته و ده روز میزبانی کردیم <تصفح> چه نکته ها را شما یافتین فکر میکنین که یکی از پیش این بود که رابط با این تیره شود؟ یک نکته بسیار جالب است وقتی که حکومت وحدت ملی ساخته شد اجد دوول مشاور امنیت ملی هندوستان آمد به کابل منابع مختلف علنی غیر علنی گزارش دادند که اجد دوول به حکومت افغانستان پیشنهاد کمک تسلیحاتی را کرد مطبوعات هندستان هم میره تبصره کرد حتی مبصرین هندستانی هم در حاشیه نشست سارک از آقای اشرف پرسان کردن که چرا کمک تسلیحاتی هندستان شما رد کرده تقاضای کمک تسلیحاتی از هندستان در دوره آقای کرزی صورت گرفت. واقعیت موضوعی است که دولت افغانستان در سیاست منطقی خود هنده در یک حالت استند بای نگاه کرده در یک حالت صبر کنید نگاه کرده برداشت و انتباه حکومت ما است که اگر با پاکستان ساختیم ما هند باعث یک پارتنر و شریک بزرگ خود نیاز نداریم ولی اگر با پاکستان نساختیم ما پس مراجعه میکنیم با هند ولی برای هند باعث یک کشور بزرگ وقتی که خبر میشن که با اما توانایی هایی که دارن و کمک که به افغانستان کردن در سیاست خارجی حکومت افغانستان در لست استند استن. با به نظر ما این قدر زیاد یک سیاست عمیق معلوم نمیشه تشکر بعد از وقفه کوتاه زود باز میگردم فکر میکنین که اگر این گونه به این قضیه بپردازیم که افغانستان با مهارت های سیاسی و استخباراتی که دارد از اردو کشور به عنوان دو وزنه در جنوب آسیا استفاده بکنه کشور پاکستان یک کشور امسایی ماست که ما نمیتونیم این جغرافیا را از هم جدا بکنیم ما به نحو روابط خواهیم داشت اندوستان هم بروان سیومین اقتصاد در آسیا یکی از کشورهای خیلی تعیین کننده در جنوب آسیا مطرح است چرا این ما این درایت سیاسی را تا 13 سال نداشتیم و حالا نداریم که یک کشور را در استنبایی قرار میتیم اونا هم شناخت از این های ما دارد و چرا همزمان بردوش یک بازی دیپلماتیک را نمیتیم تا از دوش استفاده بیه نشد خب ما دعا میکنم که خدای توانایی را به ما عطا فرمد که تاکنون نداریم خدا خدای توانایی را بته به افغانستان فعلا خو با سر مسائل کلیدی چی دا مسائل داخلی چی دا مسائل سیاست خارجی یکی تظاهر به ای است که ما هم نظر استیم ولی واقعیت است که ما بحیث دیگه یک کتله هم نظر عمل کرد نداره خب دلایل بسیار متعدد و مختلفه است که چرا ما همچو یک توانایی را نداریم اگر به با دنبال بازشماری کل از او دلائل ما بگردیم در حوصل مندی از این پروگرام نیست ولی ما کلیدی ترین شبرتان ما یک جامعه استیم که از دید اقتصادی چی دولت ما چی مردم ما اتکا به یارانه و سبسایدی بیرونی داره و ملت که اتکا به کمک بیرونی می داشته باشند و یک برنامه بسیار واضح به خاطر رشد اقتصادی خودشان نمیداشته داشته باشن درست با او خاطر اونا نمی گاهی وقت با صلابت عمل کنن حتی حدیث شریف است که فقر اگر از کلکین بیاید باور و ایمان از دروازه مکریزه دیگه ما تا زمانه که بحث فقر در افغانستان برش راه حل پیدا این خیلی زمان بر هم است زمان بر است آقای سالی ما تا 13 سال تلاش را به خاطر آوردن صلح انجام دادیم اما پاکستان به عنوان یک کشور تاثیرگذار در چگونگی آوردن صلح در افغانستان خیلی با ما دو گم و با دو پهلو بازی کرد نتایج آوردن صلح در افغانستان قربانی پروفسور ربانی رئیس دولت پیشین افغانستان بود چرا دولت افغانستان نتانست حداقل با حلقات تاثیرگذار مخالفین نظام خود رو در رو بازی بکنند تا استفاده از کشور کشورها چیزی را که حکومت دکتر سب اشرف غنی اعلان نکرده یک تفاوت روش در برنامه مذاکره با طالبا اینا دارن نسبت به دوره رئیس به جمهور قبلی آمد کرزای روش فعلی یا حاکمیت آقای غنی استوار و چهار محور است محور اول اینا میخواین که شورای عالی صلح با یک نهاد مذاکره کننده با طالبای محلی تقلیل بتن این در سطح محلات منازعات را که وجود داره با طالبا اگر بتانن با فرماندهان کوچک طالبا به توافق برسن مذاکره بزرگ با طالبا اینا در تشکیلات مشاور امنیت ملی افغانستان در دفتر آقای اتمر یک شعبه دیگه را به وجود آوردن که باید در سطح استراتژیک اگر مذاکرات وجود می داشته باشه او پیش ببره نه شورای عالی سال محور سوم روش شانی است که اینا یک اتکای مراتب به مراتب شدیدتر در ارتباط مسئله سال با چین و عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان کرده و محور چهارم بحثای که اینا دارن این است که پیش شرط ندارن خب حالا ما سرمو محور چین کم بردان معلومات میتون کم دیروز چینایی در کابل بودن که دیروز روز دوشنبه میشد دوشنبه تاریخ بیست ماه جاری اونا در, کابل بودن چینایی ها با یک چوکات آمدند که بر منافع ما خطرناک است اونا پیشنهاد یک مذاکره چهار جانبه رکن. پاکستان ببخشید چین امریکا طالبا دولت افغانستان خطرناک بودن از این پیشنهادی است که شما متوجه میشین دو تا قدرت جهانی است و از افغانستان دو جنا نمایندگی میکنه. تا که بهترش و منطقی ترشی بود که می گفتند که ما طالب ها گفتیم با شما گپ بزنیم اما برای افغانستان دو سیت نمایندگی را دادن ای برای وحدت ملی ما حاکمیت ما خطرناک است یک متاسفانه و با کمال تاسف دولت افغانستان از چین خواست که شما ما را در آوردن ثبات از طریق مذاکره با طالبا کمک کنید ولی به چینایی ها اینا کارت بدون قید و شرط دادن که شما میتونن از این کارت استفاده کنید چین چی کرد؟ اول طالبای قطر را دعوت کردن که باید نمای کردن چی نیاز بود که ما یک گروه را که هر روز در کشتار سهم داره ما مشروعیت بیشتر بتیم یک, یک کشور که عضو سازمان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از بازینا را بخواید در چین ما در یک سفر که چین داشتم خب ما در دولت نیستیم ما صدای زیاد تأثیر گذار نیستیم در این مسائل ما در وزارت خارجه چینایی ها گفتم که اگه اشتباس شما طالبا را میارین در اینجا از ما خواهش میکنین که یو را ترورست بشماره ولی ترورست ما را میارین در بیجنگ میمانی بعد از اینکه اینا دفتر طالبا را در قطر دعوت کردن به بیجینگ، دو سه دور دیگه مذاکره کردن ملاجلیل کردن و پیشنهاد که دیروز چینایی ها به خود کاب... کابل آورده بودن به اساس آخرین دور مذاکراتشان که ملا جلیل بود ببینن ای, ای شوه شیوه برخورد با مسئله طالب خلاف منافع افغانستان است که ما یک گروپ تروریستی را بدون از این که به پایان خشونت کرده باشه برش بگویم که برین از افغانستان نمایندهی کنین و با کشورهای دیگه هم روابط چور بله طالبا بار اولش نیست که در مذاکرات منطقی و این ملی با یا مخالفین نظام افغانستان با افغانستان مذاکره میکنه ما نشست در منطقه داشتیم نشست در لندن و آمریکا داشتیم و قطر و عربستان هم تش... تس... هایی را انجام داد حالا که چین و امارات متحده عربی و ام... کشورهای ترکیه باز هم این ابتکار را داره که به نحوه بر پاکستان فشار وارد بکنه تا پاکستان اون حلقات را متقاعد بسازد که به افغانستان با مذاکره واقعی نزدیک شود چقدر این حرکت تاثیر خواهد داشت با توجه به 13 سال که ما اصلا یک نتیجه نسبی را هم به دست نگرفتیم میکانزم که پیشنهاد شده میکانزم درست نیست و با یقین من گفتم میتونم براتان که دولت افغانستان در مو چوکات زمانی که من پیشتر بیان کردم خواستار آتش بس شده و یادتان باشه که وقتی که دولت ها پیش شرط مذاکره آتش بحث گذاشتن در طول تاریخ همچه جنگ ها به ضرر دولت ها تمام شد مثلا اگر اگر ما در یک موقف مشوره می بودم آتش بحث در نقطه آخر می بود. اولین گزینه, می بود؟ اولین گزینه ما این می بود که طالبا چوکات مذاکره را بپذیرند وقتی که دشمن چوکات مذاکره را نمیپذیره هیچ نوع تعهدی برای یک چوکات زمانی اخلاقی سیاسی مذاکره نداره تو فشار نظامی را بالایش کم میکنی یعنی چی از دید شما که رئیس یک ارگان خیلی مهم سالهای دراز بودین آیا مخالفین مسلح افغانستان میخوایم با سراحت این پاسخ را از شما داشته باشیم واقعا بخش از سیاست خارجی پاکستان است و برخی از کشورهای دیگر که در واقع منافع ملی اونا را در جغرافی بنام افغانستان تعیین میکنند؟ مذاکرات که چینایی ها با جلیل کردن در اسلام آباد کردن جلیل در بین طالب شورت به نفر بسیار مطمئن آیسای داره اگر ما همیشه تیوری پردازی کنیم شاید بر مردم افغانستان خسته کن باشه دیگه این بحث بسیار کنه است که آیا طالب پاکستانی است یا نیست این خو قبول شده است که یک نیروی اما بخش از سیاست خارجیش است که منافع پاکستان را در جغرافیای بنام افغانستان بازی میکنه و جغرافیای جنگام هم آیستا فکر میکنه به طرف آسیا میانه میره؟ تا جایی که مربوط به قضیه افغانستان میشه طالبا بخشی از سیاست پاکستان نیستند محور سیاست پاکستان است و در واقع این محور حالا که خب بحث یک بحث پس سر پاکستان نبره سر مسائل دیگه گفت بزنیم چون پاکستان صحبت کرد یک جز دیگه که مربوط به دولت داعش هست فکر میکنین که مذا... مذاکرات که میان طالبا و دولت داعش جریان داره آقای سالی جغرافی جنگ تغییر میکنه و آیست جنگ به طرف آسیای میانه و جمهوری اسلامی ایران میره؟ سوال شما سه تا بخش داره داعش و ایران داعش و آسیای میانه داعش و افغانستان چهار بخش داعش و پاکستان ببینین ایران بایس یک کشور در دا برابر داعش یک موقف واضح داره داعش اونا یک نیروی شیعه ستیز ایران ستیز و دست نشانده قدرت های منطقه میدن پاکستانیا با داعش راحت نیستند به خاطر از که پاکستان هیچ نوع اشراف و تاثیرگذاری به البغدادی نداره البغدادی نیاز به معاش و جیره آیسای نداره او عایدات فراوان داره و ایمانا که دو تا همسایه ما با داعش راحت نیستند نه ایران راحت است و نه پاکستان راحت است درست آسیای میانه یک ترتیبات امنیتی دارن که او بعد از فروپاشی شوروی به نام کشورهای مشترک المنافع آسیای میانه یاد می اساس از این ترتیبات امنیتی امنیتی مشترک روسیه نیروهای سرحدی نیروهای ویژه امی چند جمهوریت تعلیمات میتن یک سیستم بسیار شدید تبادل استخباراتی بین خود دارن و ناگفته نمانه که آسیای میانه از سالهای مثلا دهه آخر اجده و بعد در یک نوع نظام امنیتی به سر بردن یه نوج نهادها از هم نپاشیدن آسیب پذیری های ما داره ولی یک قوت بسیار بزرگ در دا برابر داعش داریم دایش, دایش منعیس فکر و تشکیلات بیگانه است مثلا شما بسیار سخت است که در اون نقاط که حال طالب حضور دارن مثل سنگین یا موساقلا یا مثلا یکی دو سوالی زابل مردم ها بگن که خب خلیفه از بغداد یا بسره و تو فلان احوال کرده سخت است به خاطر دایش در دا این جای شک نیست که باعث عیس یک موج می آید ولی اینجا ریشه نمی گیره. در افغانستان؟ نمی خب استخبارات افغانستان با توسل به چه روی کردهای می تانه بازی های استخباراتی حالا شما میپذیرین که در افغانستان جنگ جنگ استخباراتی است برخی از کشورهای زیده خل در قضای افغانستان که غولهای منطقی و جهان است تصور میشه که در واقع افغانستان را بحرانی نگه میداره تا اون اهداف استراتژیک مدون را دارن با این حالت به اون اهداف برسن با شناخت از این جو دولت افغانستان در این تعاملات چگونه میشه خود را پیدا بکنه و حداقل به منافی خود را در این منافی تعریف بکنه ببینین مازیات زیاد وقتی که امی تبصره ها را میبینم و های بعضی ها را میخوانم یکی از اصطلاحات که بسیار سوی استفاده ازش میشه و به عمقش کس پای نمیبره ولی هر روز از زبان کارشناس و ناکارشناس میبره همین اصطلاح جنگ استخباراتی است جنگ استخباراتی تنها همین است که شما یک گروپ تعلیم بتین بازرایی کنین به نمایندگی از شما به جنگ جنگ استخباراتی صدها پلو می داشته باشه عملیات های روانی، عملیات های اقتصادی، شکستن اعتماد یک ملت شکستن روحی وحدت ملی دیگه جاله تاریخ پروپاگند مسائل مختلفی است که او آدم میتونه استخباراتی نام اینجا یکی از دلایل دهی چند وقت خوصا از سال 2009 به بعد یک تیوری توتیه شکل گرفته بود که گویا طالبا به او اندازه در جنگ ها آب دیده که باز یک زمان سر از اینا اسم نو میگذارن و با مد نظر داشت از اینکه که ما اتصال عراضی داریم با چین با روسیه با ایران با هند و از این نیروی آب جنگی غرب پای خود می کشم که من شما را شکست داده نمی تانم این سرطان که سرایت کنه و وجود چهار تا رقیب بالقوه غربه سرطانی کنن این یک تیوری تاوته است ولی زیباس و که نقشه را ببینه آسان هم هست که یک تا داملا دیگه بره از واخان تیر شد و سو بره بره چچن بره یا ایران بره اما او تیوری توته هست آنچه که هستی است که ما به عنوان افغانستان صاحب دولت است برای دولت یک مقدار پول مشخص سالانه داده میشه که خودا بساز به این دولت یک قرارداد با زمانت بینلالی ساخته شده به نام حکومت و عدت ملی که را تطبیق کن ما به عوض پیچیدن به ای که توتیه ها چی است اگر می چند کار که کار خانگی ماسی انجام بده کدام کار حاضر خب کار اول که ما داریم که در دا ساختن دولت باید کار کنیم دو کار بسیار بدی شده اقا بدی شده که پنج ماه تر میشه از بیستر. چقدر موافق هستین شما با می آرایش آقای سالی شما یکی از آمیان آقای عبدالله در مبارزات انتخاباتی بودین بله. چقدر موافق هستین با دیدگاه اخیر آقای عبدالله در چگونگی آرایش نظام افغانستان ما یکی از کسایستم که می افغانستان یک دولت قوی داشته باشه وقت کابینه جور شد ما عاجل اعلامیه دادم که خوب شد کابینه جور شد بگذارین ماشین چرخ دولت به حرکت به ما قوت کابینه را در این بینم که کدام گروه سیاسی ده او چند تا شخصیت داره قوت کابینه در این هفته است که تطبیق کننده یک دیدگاه باشه مهندس نقشه بته باشی و دیوار بند دیوار حالا که شما میبینین هم در طرح مهندسی مشکل است و هم دیگه ما باشی که پیدا کنیم که دیوار بسازه در جستجوی هموستیم ما گپ رو که ما نباید به وزرا وزن سیاسی قائل شویم. ما باید به با وزرا به عیس شخصیت های تطبیق کننده دیدگاه بالایی بی ببینیم هر قدری دو بزرگوار در کابینه تعیین کابینه وقت کشی کنن درست نتیجه چی میشه اول خوب تاوانش مردم عادی میکشه چون اگر چرخ حکومت نچرخه اقتصاد بر کود مواجه میشه شما میفهمید دوم دیگه چی نیاز است که ما به این اندازه چانزنی کنیم که دمی کابینه کی باشه حالا سال خود ما دقیق دریافت نکنم پاسخ خود آقای سالی چقدر شما موافق هستین با این انتاف پذیری های اخیر آقای عبدالله با آقای غنی انتظار می شما هم در یکی از سکتور های جز دوم سال البته که جز اول هم می خواهیم سریتر بهش بپردازیم انتظار می رفت شما هم در یکی از پست های بلند نظامی بیاین که شما را پیدا نکردین آیا این انتظارات به شما هم است؟ ما خود خودم در انتظار نبودم و توقع هم نداشتم که ما در کدام جای بیایم کدام قرار دادم نداشتیم که ما در مقابل مای خود کدام چوکی یا امتیاز بخوایم از کسی ما توقعی که حال دارم است که حکومت زود ساخته شود یعنی ما کدام اجندای شخصی و گروهی را به نفع افغانستان در این مرحله نمی بینم ببینین ما نیاز به یک تیم امنیتی داریم که مملکت رو پیش ببره امی دو نفر سر هر کس که جرمه زود جرمه هن خود زمان میره و و بهای بسیار سنگین مردم پس موافق هستین با این انطاف هایی که اخیرا صورت گرفته و در چگونگی گزینش نامزد وزیرا من که میبینم با کمال تاسف هر دو طرف نتاف هنوز نشان ندادن اگر نتاف میدادن خوی کابینه پنج ما طول کو نتاف؟ اما از تقسیم قدرت مبتنی بر پنجا در پنجا که گفته میشد این قدرت چقدر مبتنی بر اقلانیت سیاسی است و چقدر مبتنی بر امو بیزهای رهبرای سنتی است هر چی که هست یک نقطه واضح است که در دو طرف مذاکره نتاف نیست اگر نتاف می بود چرخ حکومت پس اختلافات جدی تا کنون هم و تعریف ناشده میان اردو رهبر وجود داره شما از تا وقت که شما حوادث را و واقعات و پالوی په... هم بگذارین معلومدار است که اختلاف است سعی کنین آقای رئیس جمهور دکتر سیب اشرف خانی گفتن که تمام والی ها سرپرست است چند میشه سرپرست است درست نزدیک به پنج خب معرفومی است که در این پنج ماه اگر ما یک ضرب اصطلاح انگلیسی است میگه خوب قربانی بهترین نکنه وقتی که بهترین نداری خوبه در کار پرتو اگر پنج ماه پیش ما والی ها رو تعیین میکردیم امروز میشد که دوباره برطرف طرفشان میکردن چرا نو می آوردن ببینن دکتر سبه افغانی در صحبت خود در کودامن گفت او مردم کودامن ما براتان ورق میتوم شش ماه بعد حکومت ما را نمره بتین که ما چی کرده کم مانده تا کنون نگرفته ببینین حالا اگر ما یک کودامنی باشم امو فلم دوباره پلی میکنم ام دکتر سب زود کابینه تا بساز زود والیای های تا تهین کن زود سیاست اقتصادی تا به تدبیق بر سکنن و سخنرانی نرندارم و وقتی که اوباما و هند آمده بود مشنیدم. این چقدر تاریخ همیق سر تاریخ خود یک پراگراف که ابسده این چقدر نظام پیچیده داره سر ناو نظام خود یک پراگراف که حکومت دستاوردهای خود گفت سه ماه اول حکومت ما صد و میلیون هندوستانی حساب بانکی نواز کرد اینجا وقتی که بحث می آید ما سر تاریخ می پیچیم سر افتخارات خود می پیچیم چرا می پیچیم به خاطر دستاورد کم است نمی خواهیم از این گپ بزن حال سوالی است که بسیار ساده بعد از حکومت و عادت ملی چند نفر حساب بانکی باز کرد یعنی پیسه خود از بالش تو توشک و تاکوی و نوی فام پیش صراف یا جمع کرده برده در بانک به تن ارقام یعنی منظور تو نیست که نه؟ یک باور اقتصادی تا کن شکل نگرفت نه او باور اقتصادی نیست او باور سیاسی اقتصادی مردم از دید روانی خود راحت احساس نمیکنند که پیسه خود به با اختیار بانک ها بود. تشکر به عنوان آخرین پرسش و جنبندی شعار داده میشد شد که اگر قطع قطع شویم ما از منافع کنار نمیریم شعار دکتر سیب عبدالله و اون سو شعار داده میشد شد که شرکت سوامی را پس از این نمیپذیریم شما میدونید که در جوامع بیرونی در واقع پجوش کده است که این شعارها را ثبت میکنه این شعارها هر یک انتظارات مشروع در مقطع انتخاباتی بلند میکنه و به این افکار و به این انتظارات باید پاسخگو بود آیا با توجه به اون شعارها شرکت سهامی شکل نگرفت مگر نگرف اون هشت نفره که در کنار رئیس جمهوری هفت نفر نشسته بود هر نماینده را که معرفی میکرد به عنوان وزیر نماینده شما نمیدانستید که نفر کیست یک وقت روسا مجاهدین بازمچی قطع طریق دوزدای سرگردنه نمی فهم زد انقلاب ریاکشنست می گفتن اما شوروی استاد ربانی را دعوت کرد به عیس نماینده ملت افغانستان انوز شوروی نپاشیده بود بایش مذاکره کرد پرکمتیزم گاه وقت امی است و صحنه سیاسی را داغ نگاه کردن یک بحث است ولی تبدیل از او حرارت به تسلسل از برنامه های عملی و سیاسی بحث دیگه است او که چیزی که شما میگین یک آرمانگرایی بود که دو طرف از او موقف خود تنزل نشان دادن رفتن به طرف سازش ما مثال شوروی را به این خاطر برتان دادم که در تاریخ بشریت از بلندترین قدرت ها شروع تا مسائل همچنانی که شما مثال دادین باز نشان دادن تحمل و آوردن یک تفاهم و گذشت از بعض چیزا دیگه اجتناب ناپذیر می باشه اگر دو طرف بالای امو دو موقف خود تأکید میکردن تا آخر قیمت شکی میپرداخت افغانستان میپرداخت و با یقین هیچ چیز جور نمیشد نه حکومت و عدت ملی جور میشد نه حکومت گروهی و افغانستان نیاز به حکومت داره و چه بهتر که حکومت قوی باشه آیا ای حکومت ایدهال از به هیچ صورت نه ایدهال و حکومت میگفتن که برنده و بازنده میداشت پس موقعیت پاسخدهی و عملکردی این حکومت پایین تر از حکومت 13 سال پیش گذشته است این حکومت 13 سال گذشته هر مشکل که داشت زود کابینت این میکرد زود والی این میکرد زود تصمیم میگیره پس شما این فصل را لرزانتر و شکننده تر نسبت به فصل کاری رئیس جمهور کرزی که شما هم یکی از مدیران ارشد بودین میدانیم وضعیت فعلی حال نیست یعنی که از انتخابات خود توقع مردمی بود که بیاین گذشته را بالایش سرمایه کنیم چیز بهتر بسازیم متاسفانه وضعیت فعلی شکنندگیهایش چی از دید ساختاری چی از دید اجتماعی نسبت به گذشته شکننده تر است ما روزوی می بود. و ضعیف است ما روزوی می بود که یک برنده تو یک بازنده ممنون امرولا رئیس پیشین امنیتی افغانستان از اینکه فرصت دادید خیر شکر سلامت باش همچنان از شما نیز ممنون هستم که تا این دم این بحث را دنبال کردیم تا دیدار دیگر خدا نگهدار